همزمان با گشایش سفارت برتانیا در تهران، سفارت ایران نیز در برتانیا گشایش یافت. فیلیپ هاموند، وزیر خارجه برتانیا، میگوید که گرمی روابط با ایران برای بار اول دو سال قبل بعد از انتخاب رئیس جمهور حسن روحانی که به اعتدالگرایی شهرت دارد، رونما شد. جاوید ظریف، وزیر خارجه ایران، از بازگشایی سفارت برتانیا در ایران استقبال کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، در مورد گشایش سفارت برتانیا در تهران چنین گفت: دولت تدبیر امید برای کار با مردم دنیا، کار با دولت‌های دنیا، کار با شرکت‌های دنیا، کار اقتصادی برای هیچ دولتی ممنوعیت و محدودیتی نداره. در این زمان چنین به نظر می رسد که شهروندان ایران در مورد گشایش سفارت برتانیا در آن کشور خوشبین هستند. طبیعیه که ارتباط با کشورهایی که بتونه منافع ما را رقم بزنه و در این حال با اعتقادات ما معارض نباشه چیز بدی نیست. ویزا برای انگلیس باید برم توی ترکیه اقدام کنم، در صورتی که وقتی اینجا باشه با هزینه کمتر و با وقت کمتری باید این کار انجام میدم اینجا. به نظر من خیلی ایده خوبیه. اما برخی مانند محمد جعفری گشایش سفارت برتانیا را به نظر شک و تردید مینگرد و میگوید ممکن مشکلاتی را خلق کند. انگلیس هیچ وقت خودشو خوب نشون نداده به ما، یعنی هر بار با یه راه مستقیمی نیومده، حتما با یه مسائل جانبی روبرو خواهیم شد. این در حالی است که از سال 2003 تا کنون این اولین وزیر خارجه برتانیا است که از تهران بازدید به عمل می آورد.